من درباره میهنگرایی صحبت کنم چون من خیلی به عنوان یک کسی میشنسن توی لایو چت های ما خیلی من میشنسن کسی هم که مثلا خیلی میهنگرایی رو قبول ندارم خیلی بیشتر انسانگرایی رو قبول دارم گلوبالیست هستم جهانگرا هستم مردم یک کشور رو برتر از مردم کشور دیگه نمیدونم البته این بستگی به تعریف میهنگرایی داره خب اتفاقاتی که تو افغانستان اخیرا افتاد مثلا ممکنه من باعث باشه که یک کسی بگه, بگه که خب ببین این نبودن میهنگرایی مثلا اینجا هزینه داشت خب شما اگه مثلا میهنگرایی نداشته باشین سخته که بتونید یک کسایی رو راضی بکنین که برای کشورتون خون بدن خب اگه همه فقط به فکر همه جهان باشن بجای که به فکر میهنشون باشن Um, خب ما اگه دین نداشته باشیم میهنگرایی نداشته باشیم um, خب چه چیزی وجود داره که یک سر های رو رو راضی بکنیم که این کشور رو مثلا نگه دارن دفاع کنن um, یعنی این علاقه اگه به ن... نگهداری از دفاع از یک کشور نگهداری از یک کشور وجود نداشته باشه یعنی اگه همه جهان برای ما مهم باشه بجای اینکه فقط کشورمون خب یک کشور ممکنه مثلا فروپاشی بشه مثلا تو افغانستان هم مثلا اگه نگاه کنیم البته یکی از دلایلش هست و دلایل زیادی وجود داشت خب یکی از دلایلی که ممکنه وجود داشته باشه که مثلا بعض خیلی دفاع نکردن <coughs> البته دلایلش خیلی زیاده ها. من نمیخوام تک کنم ولی یکی از دلایلش میتونه این باشه که قومگرایی مثلا تو افغانستان از از میهنگرایی قوی تره خب یعنی مردم وفادارن به قوم پشتون یا چه قوم تاجیک قوم‌های مختلف به دین به قوماشون ولی مثلا این یک مفهوم افغانستان به عنوان یک چیزی که بخوای ازش براش خون بدی ازش دفاع بکنی به شدت نسبت به قوم وفاداری به قوم یا نسبت به وفاداری به چیزهای دیگه به اون شدت قوی نیست خب ام... ب... نمیگم نیست وجود نداره ها شما به کسی میتونه بیاد بگه که مثال بزنه نه من میشناسم کسی که مثلا فلان بهمن اینا و خیلی حاضرن خون بدن دفاع کنن ولی ولی خب آره من نمیگم نیست ولی من میگم ممکنه مثلا نسبت به مثلا ایران مثلا فرض کنیم مردم میهن گرایش ممکن قوی تر باشه مثلا تو افغانستان مثلا قوم گرایی ممکن مقدار قوی تر باشه تو ایران هم مثلا قوم گرایی داریم نمیگم نیست خب مثلا سیاست فیت فکر نکنید خب ام... حالا بیایم نگاه کنیم که خب اگه اگر, اگر اینطوری باشه خب اگه که مثلا یکی از دلیل باشه البته اینا رو قطعی صحبت نمی کاریم. خب آیا این به معنی این هست که پس میهنگرایی یعنی باید لازمه حتما باید داشته باشیم خب ببینید بس بازم برگردم به با همون چیزی که اول گفتم بستگی داره که منظورمون از گرایی چیه خب میهنگرایی که من بهش حساسیت دارم یک میهنگرایی تعصبی هست که ازش استفاده میشه به خاطر سوء استفاده از سوء استفاده یه حکومت از مردم خب و یک وفاداری کورکورانه که با هیچ بدون هیچ شرطیه و فقط هم بر اساس تعصب و فقط هم بر اساس یک معیارهایی هست که وفاداری بر اساس یک معیارهایی هست که اصلا منطقی به نظر نمی خب یعنی مثلا جوری که من میگم اینطوریه مثلا فرض کنین که شما بگین که من چون این ور... توی این خاک به دنیا آمدم خب. برای همین هر چیز از همه چیز این جغرافی ها دفاع میکنم و تمام چیزهایی که باعث یعنی تمام چیزهایی که این ور مرز هست رو برتر میدونم از چیزهایی که اون ور مرز خب یعنی مثلا شما فرض کنید که بگین که من توی یه مرز جغرافیایی به دنیا آمدم و این مرز جغرافیایی رو اسمش رو میذاریم یه کشوری به اسم A خب و این ور مرز یه کشوری هست به اسم B خب و من اگه یک شخصی رو ببینم که توی از توی کشور A به دنیا آمده و یه شخص دیگر رو بگیرم که کشور B به دنیا آمده حتی مثلا هیچ وقت مثلا شخص A و B رو هیچ وقت عمرم ندیده باشم من شخص A رو از شخص B به... برتر میدونم و شخص A رو من بهش وفادار هستم و ازش بیشتر از شخص B ازش اشتفاق میکنم و خوشحالی و این شخص A ای از B برا مهمتره چرا چون منم این برای مرز به دنیا اومدم. به چه دلیل هیچ فقط بخاطر که منم این برای مرز به دنیا اومدم و این شخص این برای مرز به خب این به طور ساده ترین شکلشه ولی خب بعضی‌ها میگن که نه فقط این برای مرز بودن نیست ما حتی اگه همدیگر نداشته باشیم یه فرهنگ مشترک داریم یه تاریخ مشترک داریم یه زبان مشترک داریم و میخوان اینا هم بیشتر بکنم برای همینه که من شخص A رو بیشتر دوست دارم تو شخص B خب موضوعی که من میخوام بگم که این اینا این روش میهنگرایی به نظر من دو تا چیز مختلف داره به هم قاطی میکنه که که به نظر من اشتباهه خب من هیچ اشکال هیچ مشکلی نمیبینم که ما از یک مثلا چون توی کشور A به دنیا اومدیم ممکنه که ما یه خاطراتی داریم از کشور A یک علاقه شخصی داریم به کشور A یه فرهنگش رو یه جرایی بیشتر دوست داریم ببینیم مثلا مثل این میمونه که شما یک ماشینی داشتین که مثلا از بچگی این ماشین پدرتون بوده با این توی این ماشین با پدرتون با خانوادتون رفتین یه سفرهایی کردین خاطرات زیادی دارید خب و چه میدونم یه بوی خاصی میده که مثلا این ماشین رو دوست دارید خب و به خاطر این ماشین رو مثلا علاقه خاصی بهش داریم کلی خاطرات کلی چیزهای مختلف خب هیچ مشکلی وجود نداره به این خب. که ام... که یک همچین علاقه ای مثلا یک کسی داشته به کشورش خب ولی یه جوری ما رفتار میکنیم ب... نسبت به این علاقه اینگاه بایدیه خب ام... مثلا م... میتونیم بگیم خانواده خب مثلا یک کسی میگه که ببینید من که نمیگم خانواده من از خانواده بقیه برتره خب ولی من به خانواده خودم علاقه بیشتری دارم تا خانواده های دیگه خب این هم کاملا منطقیه میتونیم بگیم خب بالاخره یک احساس مثلا به برادرت به خواهرت به مادرت به پدرت یه احساسی داری که به بقیه نداری نمیگی اینا برترن خب ولی خب با این خانواده بزرگ شدی یه خاطراتی داری اه... یه تجربه های خوبی داری این هم هیچ مشکلی نداره خب ولی همین مثال رو مگه نگاه بکنیم نمی... اینم نباید بایدی باشه خب شما اگه مثلا چیزی که مشکل داره این, این رو... حالا من یه روش میهنگرایی دیگه به شما میگم که اون به نظر من کاملا منطقیه در... ولی این که مشکل این روش میهنگرایی اینه که شما اینو نمیتونید تبلیغ بکنید خب یعنی این چیزی نیست که بتونید ت... ب... با منطقی بگین که باید باشه خب مشکلی نیست اگه شما به یه کشور علاقه دارین بخاطر نوستالژیا بخاطر تاریخ خاطراتتون بخاطر علاقه به بخ... احساساتی که دارید ولی اینا نمیتونین ارزش بکنید چرا نمیتونین ارزش بکنید چرا اگه از همین مثال اگه بخوایم اضافه کنیم استفاده کنیم شما اگه از یک ماشینی که توش با خون... تجربه های بدی دارید خب و از این ماشین خوشتون نمیاد اینیش... اگر... این این اینم اشکال نداره خب یعنی اینکه اگه فرض کنیم که مثلا شما توی خانواده بزرگ شدین که پدرتون میزندتون با یعنی با بر... برادر همیشه اذیت و آزارتون و از خانواده خودتون اصلا خوشتون نمیاد و اصلا خانواده های دیگر رو ترجیح میدین این هم اشکالی نداره خب یعنی شما اگه از, از این اسم مثالا بخواین استدلال بکنید که آها ببین چون ما خانواده رو بیشتر دوست داریم پس اشکال نداره کشورمون هم بیشتر دوست داشته باشیم درست که اشکال نداره من نمیگم اشکال داره ولی اگه بعد بر اساس این استدلال اگه بعدتون هم بیاد پس اشکال نداره خب اگه تجربه های بدی داریم یعنی این روش میهنگرایی رو اگه از این میخوایم استفاده کنیم پس نمیتونین اینو ارزش حساب بکنین هم دوست داشتنش قابل قبوله هم دوست... هم متنفر بودنش شما قابل قبوله شما اگه از... اگه شما یک کسی قابلیت اینو داره که از خانواده‌اش متنفر باشه پس بر اساس همین اگه این مثال استدلال بخواید حساب بکنین پس از کشورش هم بخواید خاطرات بدی داشته باشه و بخواد متنفر باشه پس اونم باید قابل قبول باشه خب بر همین من مشکلی با این علاقه به کشور ندارم ولی اینو ارزش نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه بر اساس این بخواهی این روش تنفرم نه،, نه, علاقه اشکال داره نه تنفر اشکال داره نه و هر چیز بین این هیچ اشکال نداره خب یک میهنگرای دیگه ای که من به نظرم منطقی تره خب که ما بخوایم اونو اگه بخوایم ارزش بکنیم به جای اینکه بر اساس علاقه های مثلا احساسات و علاقه های خاطراتی و چه میدونم که من خب من تاریخ این کشور بیشتر دوست کشور همین خب سلیقه‌ای اشکال نداره میتونین هم بیشتر دوست داشته باشین هم کمتر دوست داشته باشین ولی به جای اینکه بر اساس سلیقه و بر اساس خاطرات و بر اساس احساسات و علاقه و این چیزا باشه یه میهنگرای دیگه که میتونه سود بیشتری داره اینه که بر کاربردی باشه خب یعنی همون ماشین اگه ما بیایم نگاه بکنیم که میگه خب من این ماشین رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خاطرات خوبی دارم براش علاقه دارم با خونه بادم کنیم، رفتیم سفر اینا ولی یه کسی دیگه میاد میگه نه من این ماشین رو دوست دارم برای اینکه کاربرد داره برام تو زندگی خب هیچ علاقه یه، یعنی یه کسی اگه بیاد این ماشین آدم به دوزه اینجوری نبود که به خاطر خاطرات خوبی که داشتم بشم این ماشین من پول دادم حق من بود من کار کردم براش و این برای من باید کاربرد میداد ازم گرفتنش خب یعنی مثلا من من با کسی که مثلا جهانگرا هستم انسانگرا هستم خودم رو خیلی مثلا مثل میهنگرای تعصبی نمیدونم از اینکه مثلا جمهوری اسلامی اومده کش ایران از ما مثلا خراب کرده دزدیده من فکر کنم من ناراحتم میگه اه تو, کی... تو چرا ناراحتی مگه تو میهنگرایی نه ولی خب این کشور ما این حق ما بود این برای ما باید کاربورد میداشت خب یعنی این چیزی بود که مال ما بود از هم دزدیده شد خب یعنی این میهنگرای تعصبی نیست این اه, من مثلا, بح... مثلا شما ممکنه به ماشینتون تعصب داشته باشی بخاطر که مثلا یه خاطرات خیلی خوبی داری ولی ممکنه اینم نداشته باشیم ممکن هیچ علاقه خاطراتی یا چیزی سلیقه‌ای نباشه این ماشین شما بود حق شما بود کاربورد برای شما داشت ازتون از گرفته شده برای همینا هدیه این این میهنگرایی از از کاربردی به نظر من قابل قبول تری که بتونیم حتی به جای که سلیقه‌ای به اون سلیقه‌ای رو اون مثلا فرهنگ و خاطرات و اینا رو نمیتونیم بگیم باید اینجوری باشه ببین مثلا ما الان مشکلی که داریم اون روش میهنگرایی رو که داریم تبلیغ میکنیم اون چیزی که اولی که گفتم داریم اینو ارزش کردیم یعنی مثلا یه جوری که انگار مثلا اگه کسی تاریخ کشورش رو خیلی دوست داشته باشه یا فرهنگ کشورش خیلی علاقه خاصی نداشته باشه انگار مثلا این شخص داره کار اشتباهی میکنه مثلا یه ارزشی رو نداره اصلا ایرانی نیست اینو چیز زشتی میدونیم در صورتی که اصلا نباید این انتظار داشته باشیم نه همش سلیقه‌ایه ولی این روش دومی که من دارم میگم برای میهنگرایی اینو میتونیم به بیشتر از کسای... که به جای اینکه به سلیقه به این علاقه های شخصی بخواین تکیه بکنید میتونید انتظار بیشتری داشته باشین از آدم های بیشتری به خاطر اینکه این بر اساس سلیقه و احساسات و اینا نیست بر اساس کاربوری که یک کشور میتونه برای شما داشته باشه خب و باید هم اینجوری باشه شما نمیتونید دلیل اینکه که روش اولی تبلیغ میشه یعنی که ما برای ایران باید بمیریم این زمین ماست کشور ماست خاک ما مقدسه از این چرت و پرتا دلیل این اینا تبلیغ میشه به خاطر اینکه کسایی که تو حکومت هستن ترجیح میدن که این روش میهنگرایی رو تبلیغ بکنن چون روش دوم احتیاج داره که کشور شما برای شما سودی داشته باشه برای شما کاربردی داشته باشه و اگر کشور شما برای شما این کار رو نکنه اون وقت اون میهنگرایی رو که به شما میشه از شما میشه انتظار داشت به خاطر اینکه این کشور برای شما کاربرد داره دیگه نخواهد بود خب یعنی این روش اول روش ساده یعنی درسته که شما همش از مثلا فرض کنید یه خانواده داشته باشین که فقط از یه تازه ازش دیده باشین خب یه پدری باشین داشته باشین که همش مسته مادری داشته باشین که فقط میزنه ده... میزنه شما رو اه... یه برادری هم دارین که اونم همه شما رو میزنه بعد مثلا که شما به یه سنی رسیدین که میتونین از این خانواده برین بگی خب من خسته شدم از خانواده میرم خودم مستقل از خانواده زندگی کنم بعد بگید نه شما باید وفادار باشین به خانوادهتون چرا برای اینکه خانواده‌ته خب خانواده‌م که خانواده‌م اینا غیر از ازیت از از اینا چی ندیدم نه باید وفادار باشه خب بین اینا اینا ارزش کردن که این که باید وفادار باشه به خانواده‌ت ارزش کردن به خاطر اینکه خانواده بدی بوده خب اگه یه خانواده خوبی بوده احتیاج نبود اینا ارزش بکنن خب اگه ای باشه که مثلا یه پدر مادری داشته باشین که از شما یعنی همه سپورتری که لازم داشتین شما رو خوب تربیت کردن چیزهایی که لازم داشتین تو زندگی تو میدادن عشق و علاقه و محبت رو به شما از همون بچگی دادن شما احتیاج ندارین که این وفاداری به خانواده رو ارزش بکنین شما این به این خانواده وفادار خواهید بود به خاطر اینکه این, این خانواده اون چیزی که باید به شما میداد داد خب یعنی شما یه یک چیزی از این خانواده گرفتین که واقعا عرز، یه ارزشی برای شما داره یه ارزش منطقی برای شما داره که هیچ احتیاجی وجود نداره شما بیان یه تبلیغات برای کشورم همینطوره خب کشوری که تونسته برای شهرونداش کاربرد بسیار زیادی داشته باشه لازم نیست بیاد بگه که میهنگرا باشیم بخاطر خاک ما مقدسه ما مثلا آریایی برتریم و چرا می پرتا که مثلا یه جورایی به طور می ژن مقدس آریایی چه, از این مزخرفات ها اینا و اینا لازم نیست به خاطر اینکه این کشور کشور خوبیه داره به شهرونداش خدمت میکنه شما یک میهنگرایی دارید به خاطر اینکه این کشور بر شما کاربرد داشته یعنی همون روش دومی که گفتم مثلا شما ماشینی رو که مثلا بهش علاقه دارین خونه که بهش علاقه دارین یا خانواده که بهش علاقه دارین به علاق خاطر فقط خاطرات و سلیقه و اینا نیست این یه کاربوری داره که اصلا قابل محاسبه است خب ام... آره خب پس یعنی چیزی رو که من میخواستم بگم اینه که ام... اون رو... میهنگرای دوم ام... یک اون موقعی وقتی که اونو داریم کسی لازم نیست میهنگرایی رو فقط به طور خودی خودی ارزش اخلاقی بکنه خب به خاطر اینکه کشور این کشور برای بر شما کاربورد داره میهنگرایی رو به طور ذاتی ارزش اخلاقی کردن احت... وجود نداره شون شما از این کشور اگه بخ... دفاع بکنین برای اینکه این کشور برای شما یه خدمتی کرده این حکومت برای شما یه خدمتی کرده برای شما کاربرد داره خب برای همین شما از کشورتون میخواین دفاع بکنید از همونجور که شما از ماشینتون ببین شما حتی اگه تعصبی به ماشینتون نداشته باشید میخواین دفاع بکنید ازش به این که اینکه این ماشین برای شما کاربرد داره خب Uh, یعنی احتیاج به تعصب و اینا دیگه وجود نداره همینجوری هم به نظر من برای میهن گرایی اگه یک کشور بتونه به شهرونداش خدمت بکنه شما میخوان از این کشور دفاع ب... من برای همینم هم داشتم من وقتی که از خیلی از مثلا افغانستان دفاع نمیکردن من نقد نمیکردم از این مثلا افغانیایی که مثلا ممکن بود نخوان میخوان از افغانستان به اون شکل دفاع بکنن به خاطر اینکه چی دیدن از این حکومت خب یعنی این همه فساد دیدن این همه دزدی این همه پولایی که قرار بود به این سربازا برسه رو کسایی که از بالا بالا همه رو دزدیدن خونه های خودشون رو بزرگتر کردن یعنی واقعا انتظار چیه انتظار دارین از این مثلا خیلی از این ها که برن خون بدن برای یک, برای یک چیز مفهومی مثل افغانستان وقتی که کسایی که بالا دستی هم باید از این دفاع کنن دارن با و اینا همه چیزهایی که حق شما رو دارن ازتون میگیرن یعنی من وقتی میگفتم به خاطر اینا میهنگرایی مثلا ممکنه توشون کمتر باشه برای این دفاع نمیکنن که یکی از دلایل ممکنه باشه نمیگم همش اینه. این نقد نبود این کاملا قابل انتظاره برای چی من برای چی برای, برای یک یه چیزی به افغانستان خون بدم وقتی که این, این،, این کانسپت برای من هیچ کاری نکرده خب یه چیزی هم که من بگم الان من میونم آرمان منتظر آشرا منتظر بر همین حرف آخر بزنم این حرفی که من دارم میزنم کاملا عکس چیزی هست که خیلی بهش اعتقاد دارن حتی تو کشورهای مدرن و کشورهای مثلا آمریکا شمالی و اروپای غربی خب یعنی خیلی فکر میکنن من مثلا عقایدمو از مثلا کشورای فقط از مثلا کشورهای غربی و از منطقه و ارزشهای کشور غربی رو نمیگرم. در صورتی که نه من اینو خودم اتفاقا حتی اینجا هم برعکس این فکر میشه خب یعنی مثلا یکی از معروفترین کوت های پرزیدنت رئیس جمهور جانف کندی که خیلی معمولا هم کوت میشه این هست میگه نپرسید کشورتان چه میتواند برای شما انجام بدهد بلکه بپرسید شما برای کشورتون چه کاری میتوانید انجام دهید این به نظر من کاملا مزخرفه خب این کوت جانف کندی سوال باید کاملا برعکس باشه خب شما این یک حکومته که اصلا برای این به وجود اومده که وظیفه‌اش که به شهرونداش خدمت بکنه خب نه اینکه یک شهروند به طور ذاتی و وظیفش نیست که از یک کشور از یه حکومت دفاع بکنه ببین دوباره بگیم جان اف کندی ببین چی گفته گفته نپرسین کشورتان چه میتواند برای شما انجام دهد چرا نپرسید این یعنی چی اصلا این اصلا کاملا ضد ضد تاریخ آمریکا این حرفی که جانف اف کندی میزد تمام پیشرفتی که آمریکا کرده تو طول تاریخش به خاطر این بوده که تمامش داره. خیلی از دلایلش این بوده که کسایی که از حکومتشون راضی نبودن پرسیدن که این چه حکومتی این خدمت هایی که حکومت داره برای ما میکنه درست نیست یعنی ما اعتراض داریم و یه چیز بهتری میخواد خب بعد نگاه میکن. بلکه بپرسید شما رو برای کشورتون چه کار میتوانید انجام بدید چرا باید این سوال بکنید وقتی که برعکس اصلا شما حک... معنی حکومت چیه معنی یک دولت چیه معنی اینه که شما یه کسایی رو انتخاب کردین که مستخدمای شما هستن یعنی برای شما... و... نماینده شما هستن شما اینا رو استخدام کردین که یه کاری برای شما انجام بدن شما دارین حقوقشون میدین شما انتخابشون کردین و شما دارین حقوقشون رو میدین بعد شما باید بپرسین که شما دارین برای اونا چی کار میکنین شما اگه قرار باشه کاری برای اونا بکنین باید بر این باشه که اونا برای شما کاربرد دارن کاملا برعکسه این خیلی انتظار بیخودیه بازم من میگم من میگم میهنگر مثلا ای کسی به کشورش علاقه نوستالژا داره از فرهنگ خوشش میاد از تاریخش خوشش میاد این مشکلی نداره ولی اینو ارزش اخلاقی نکنید این فقط یک چیز سلیقه‌ای هست